سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما در این ویدیو قرار مبحث مشتق رو مشاهده بکنید، مبحثی که به شدت مبحث مهمیه. شاید بگم دخیل در 6 تست کنکور معادل 18% کنکورتون باشه. پس مبحث به شدت مهمیه. این مبحث رو خیلی خوب به من گوش کنید، خیلی خوب تمرین بکنید و شاید بگم کاملترین جزوه‌ای که میتونی در ایران پیدا بکنی در اختیار تو قرار گرفته در مبحث مشتق. این جزوه حاصل 10 سال تجربه من در تدریس توی کلاس‌های حضوری و سر و کله زدن با انواع بچه هاست و انواع کتاب تست ها و دیدن انواع تست ها و حتی چکیده اونها در کتاب عقل کل و پاسخ دادن به تست های عقل کل، حاصل تجربه دیدن شاید بیش از 2000 تست مشتق، جزئی که در اختیارتون هست، کاملا منطبق بر نظام جدید و حتی بالاتر از اون. و مطمئن باش اگر سوالی رو دیدی که من خیلی راجبش بحث نکردم، در سطح نظام جدید نبوده. البته قول میدم که تستی هم نخواهی دید، به خاطر اینکه من خیلی بالاتر از نظام جدید هم سعی کردم صحبت بکنم. این ویدیو هم مخصوص بچه رشته ریاضی، هم مخصوص بچه های رشته تجربیه. در اواسط این ویدیو برخی از سوالهای مشتق رشته ریاضی رو با هم دیگه صحبت خواهیم کرد که دوستان تجربی، من از الان بهتون بگم اون سوالات رو شما هم نگاه بکنید، یعنی سوالاتی که من دارم راجع به مثلا میگم مشتق مثلثاتی صحبت میکنم، شما هم نگاه کنید، چون مشتق مثلثاتی گاهن در حد به دردتون میخوره. دارم راجع به مشتقهای مسائل مثلثاتی صحبت میکنم، شما هم نگاه بکنید، ایده هاش رو یاد بگیرید. ممکنه تابع مثلثاتی رو به صورت تابع جبری بهتون بدم و از شما بپرسم. پس ایده های مسئله مهمه، خواهشان سوالی رو از دست ندین. بریم سراغ مشتق و پیدایش مشتق. مثل همیشه من اول سعی دارم که مفهوم این مبحث رو در ابتدا بهتون بگم و بدونید اصلا مشتق از کجا به وجود اومده، چجوری متولد شده. این دونستن خیلی مهمه، این که بدونید دارید چی میخونید و علمش رو یاد بگیرید. مثل این که در تابه هم بهتون گفتم واقعا این مبحث جز مبحثیه که فهمم آرزوست، این که تو بفهمی داره چه اتفاقی میکنه به شدت برای من مهمه. نوشتم پیدایش مشتق. دوستان مشتق چگونه به وجود اومد؟ قبل از اینکه مشتق به وجود بیاد، یک منحنی بود مثل منحنی F و یک خطی بود مانند خط G. به خط G X بچه ها می گفتن خط واصل. پس G X می شد خط چی؟ واصل بین دو نقطه، یعنی خط وصل کننده دو نقطه مجزا، یعنی جدا از همه A و F A و B و F B. اوکی؟ پیدا کردن شیب خط واصل رو بچه ها ما سال نهم یاد گرفتیم. سال نهم چی یاد گرفتیم؟ خوندیم شیب خط واصل مساوی خواهد شد با چی بچه ها؟ تفاضل ایگرگ ها، یعنی اف بی منهای اف آ تقسیم بر تفاضل ایگرگ ها بی منهای آ. این میشه شیب خط واصل. اما یه وقتایی شد که دیگه شیب خط واصله به درد من نمیخورد. خیلی بچه ها میدونین چی به درد من میخورد. اومدن این بیه رو خیلی نزدیک کردم به آ و یک نقطه جدیدی به وجود اومد اینجا به نام، حالا این بیه اسمشو میذاریم بی دیگه، به نام بی. خطی که این دوتا نقطه رو به هم وصل کرد خیلی نمیتونستیم دیگه بگیم واصله، چون اثراتی از واصل شدن نداشت، بیشتر اثراتی بر مماس شدن داشت. وقتی اون نقطه بی اومد خیلی به نقطه آ نزدیک شد، وقتی میگیم بچه ها خیلی نزدیک شد، یعنی فاصله این دوتا خیلی کم شد، مثلا داره به سمت صفر میل میکنه فاصله این دوتا. بچه ها فاصله این دوتا رو معمولا یا با دلتا ایکس نشون میدن یا با اچ. پس H یا دلتا X فاصله بین دوتا نقطه یا A و B رو گذاشتن اسمشو H یا دلتا X. حالا تا اینجای کار رو داشته باش. این فاصله H یا دلتا X خیلی داره به سمت صفر میره، یعنی این دوتا نقطه خیلی داره به هم نزدیک میشه. اگر این خط واصل باشه بین دو نقطه، وقتی این دوتا نقطه ای که دور از همن رو بیایم به هم نزدیک کنیم، دوتا نقطه نزدیک به هم میشه، که این دوتا نقطه نزدیک به هم بچه اگر یک خطی این دوتا رو به هم وصل کنه، چون دوتا نقطه خیلی نزدیک به همن دیگه، بهش خط واصل گفته نمیشه.
بهش خط موماس گفته میشه. پس خیلی مهمه که ما بفهمیم کی خط موماس به وجود میاد. دوستان زمانی خط موماس به وجود میاد که اون دوتا نقطه خیلی به هم چی بشن، بچه ها نزدیک بشن. پس وقتی از ما میپرسه اگر بی به آ نزدیک شود خط واصل چه اتفاقی براش میفته، خط واصل میشه خط موماس. بچه ها این بی به سمت آ یعنی چی؟ یعنی بی به سمت آ نزدیک شود، یعنی فاصله شون چی بشه بچه ها؟ خیلی کم بشه. فاصله شون رو با چی گفتیم نشون میدن؟ یا دلتا ایکس یا اچ. حالا اینجا رو نگاه کن، من اگه از تو شیب خط موماس رو بخوام، شیب اون خط مماسه، گفتیم واصله میشه مماس دیگه. حالا شیب خط مماسه چی میشه؟ بچه فرمول شیب که فرق نمی کنه، چه خط مماس باشه، چه خط غیر مماس باشه، چه خط هر چیزی که باشه، خط واصله، خط شیبش یه چیزه، حالا چه واصل چه مماس فرق نمی کنه. که الان شیبش چی میشه؟ میشه F اون بی نزدیکه که به آ منهای F آ تقسیم بره بی منهای آ. اوکی حالا بچه این زمانی میشه اون مماسه که بی به آ خیلی چی بشه؟ نزدیک بشه. عملیات نزدیک شدن رو در ریاضیات چه تابعی به ما اجازهش رو میده؟ لیمیت. یعنی از این باید لیمیت بگیرم بی رو به سمت آ میل بدم. تموش شد. پس ببین شیب خط مماس با شیب خط واصل نحوه به دست آوردنش یه چیزه، تفاضل ایگرگ ها به تفاضل ایکس ها. حالا اگه اون بخواد واصله بخواد بشه مماس، یعنی اون دوتا نقطه خیلی باید به هم چی بشن؟ نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بشن. چه عملیاتی تو ریاضی به ما اجازه میده نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بشیم؟ لیمیت. پس میایم بی رو به آ نزدیک میکنیم و این کسره. بچه این کسره هیچی نیست، شیب سال نهمه. فکر نکنی الان یه تعریف مشتق دیدی معلم، تعریف مشتق نکته لیمیت بی به ایکس به سمت آ اف ایکس منهای اف آ تقسیم بر ایکس منهای آ. آقا این فرمول جدیدی نیست، این سال نهمه. فقط تو سال نهم شیب خط واصل بوده، حالا که شده مماس اون دوتا نقطه خیلی به هم چی میشن؟ نزدیک میشن. پس این آ میشه اون نقطه ثابته، اون نقطه ثابته میشه اون، این بیه میشه اون متغیره که از دور اومد به آ نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه. اوکی بچه یه تعریف دیگه ای هم که براش اعمال میکنن اینه، میگن آقا مگه نگفتی فاصله آ و بی دلتا ایکس یا اچ؟ میگم آره. میگه خب آقا بیا یه حرفی بزنیم. میگم چی بگیم؟ میگه آقا من میتونم بی رو بنویسم آ به اضافه دلتا ایکس یا آ به اضافه اچ؟ میگم آره دیگه، وقت فاصله شون دلتا ایکس، میتونی این کارو بکنی. پس میگه آقا بیا یه کاری بکنیم، بنویسیم لیمیت اف آی به اضافه اچ منهای اف آ تقسیم بر آ به اضافه اچ منهای آ. خب بچه آ که با هم دیگه میرن هیچی، یه اچ میمونه دیگه. خب بعد اچ هم گفتیم اچ یا دلتا ایکس به سمت چند میل میکنه؟ صفر. چرا صفر؟ چون دوباره فاصله این دوتا بچه خیلی چی بشه؟ کم بشه. اینجا هم همین دیگه، فاصله بی و آ باید خیلی کم میشد. اینجا هم همینه، فاصله آ به اضافه اچ و آ باید خیلی کم بشه. دوستان همه این دوتا جفت اینا دارن چی رو نشون میدن؟ شیب خط مماس برتابه در نقطه ثابت آ. دوستان خیلی مهم بودا، شیب خط مماس بر تابع اف رو نشون میدن در نقطه ثابت آ، خیلی مهمه. آقا اینجا به تو میگن این تعریف مشتقه، واسطه اصلا که به یارو گفتی آقا مشتق یعنی چی؟ مشتق هم لابد شیب خط مماسه. آقا اول اینو بفهم، اصلا این جملاتو بریز دور. آقا چی شد؟ چی شد که اصلا مماس شد؟ اون واصلا دوتا نقطه شون به هم نزدیک شدن، شدن مماس. حالا شیب خط مماس چی شد؟ سال نهم یاد گرفتی، تفاضل اگرگا به تفاضل ایکسا یه لیمیت پشت. این چی میشه؟ میشه شیب خط مماس. چرا مماس؟ چون دوتا نقطه دارن به هم نزدیک میشن. شیب خط مماس بر تابع اف در نقطه آ.
اوکی؟ حالا میان اسم شیب خط موماس بر تابه اف در نقطه آ رو اسم این رو میذارن مشتق. آقا شیب خط موماس بر تابه اف در نقطه آ رو اسمش رو میذارن مشتق. دوستان مشتق هیچ چیز ترسناکی نیست، همون شیب سال نهمیه که دوتا نقطهش خیلی به هم نزدیک شده. چون اون دوتا نقطه ها خیلی به هم نزدیک شدن دیگه یارو واصل نیست، به جای واصل چیه؟ موماس. همین، یعنی اصلا هیچ نکته خاصی نداره. اسم شیب خط موماس بر تابه اف در نقطه ثابت آ رو میذارن مشتق تابه اف در نقطه آ. پس شیب خط موماس، دوستان اینو خیلی خوب به من گوش کنید، این جمله که معمولا تو مدرسه میشنوید شیب خط موماس میشه مشتق، کاملا غلطه. شیب خط موماس میشه مشتق، کاملا غلط. پلوتو هستن، هیچ، کنسل هست. شیب خط موماس به هیچ عنوان مشتق نمیشه. شیب خط موماس در نقطه آ میشه مشتق تابه در نقطه آ. خیلی مهمه، جلوتر در خط موماس با همدیگه راجع به این مفهوم صحبت میکنیم و میبینیم که دیگران چقدر بد یاد گرفتن و وقتی بد یاد میگیری انتظار درصد هم نباید داشته باشی. ولی تو الان مفهومی ترین مشتقی که میشه خوند رو داری یاد میگیری از کسی که خودش رو دانشگاه تهران حدود 140 واحد ریاضیات، حتی 140 واحد که یه سریش وصای امام بود، ولی وصای امام تربیت بدنی تاریخ اسلام بود، خیلی چیزا بود. ولی خب یه سری حدود خالص فکر کنم 90 تا 100 تا واحد ریاضی هم باید پاس بکنی دیگه. کسی که حدود 90 واحد ریاضی خونده مفهومی ترین مشتقی که میشه گفت رو داره بهت میگه دیگه، از این مفهومی تر واقعا نداریم. اما در مثال پایین سوال گفته که رابطه ای برای مشتق این تابه بیابید. معمولا هم می نویسه به کمک تعریف مشتق. خب آقای سلمانی، به کمک تعریف مشتق ما باید چی کار بکنیم؟ ببین تعریف مشتق این دوتاست. خب یکیش اینه لیمیت اف ایکس، حالا به جای بی من ایکس میذارم، منهای اف آ تقسیم بر ایکس منهای آ، x داره به سمت آ میل میکنه چون نقطهش هم نداده دیگه. مثلا تو امتحان نهایی تو ممکنه بگه به کمک تعریف مشتق مشتق این تابه رو در نقطه یک به دست بیاریم. خب تو به جای آ میذاری یک، حالا هر چیز دیگه‌ای که بپرسه مهم نیست زیاد. و الان یعنی گفته رابطه ای برای مشتق این بیابید، نگفته که رسما برو در یه نقطه ای پیدا کن، گفته رابطه ای برای مشتقش بیابید. معمولا هم میشه به کمک تعریف مشتق. بعد چیکار بکنیم؟ هیچی، اینو مینویسیم لیمیت x به سمت آ. خب تابع اف ایکس رو می نویسم ایکس دو به اضافه چهار منهای اف آ، یعنی آ دو به اضافه چهار به روی ایکس منهای آ. خب الان چی کار میکنیم بچه ها؟ میشه لیمیت ایکس به سمت آه. خب منهای چهار این مثبت چهاره، با این منهای چهاره میره، کلن یه ایکس دو منهای آ دو دارم به روی ایکس منهای آ، که این مساوی میشه با لیمیت x به سمت آ، x منهای آ دارم در x به اضافه آ دارم به روی x منهای آ. بچه ها با من موافق باشین x منهای آ با x منهای آ میره، به جای x آ میذاریم، کلا میشه 2a. تمام شد، به همین سادگی. واقعا حالا سادگی یا غیر سادگیش که زیاد مهم نیست، ولی خب برای امتحان نهاییتون مهمه دیگه، چون مثلا تو کنکورتون نمیتونه بگه که خدای انصافا به کمک تعریف مشتق از این مشتق بگید، نمیشه که. خب همچین داستانی تو مشتقتو میگیری و سوالت رو حل میکنی. بریم سراغ صفحه بعدی، راجع به روابط مشتق گیری با هم صحبت بکنیم. دوستان عزیزم، روابط مشتق گیری در نظام جدید برای رشته تجربی فقط x به توان n مونده، برای بچه‌های رشته ریاضی x به توان n و مثلثاتی ها مونده. پس از تعاریف دیگه، از صحبت‌های دیگه، من کلاً جلوگیری می‌کنم و قراره با هم دیگه بریم سراغ اولین رابطه مشتق گیری، اونم x به توان n. دوستان مشتق x به توان n چی میشه؟ میشه n x به توان n منهای 1. میدونی مثل چی میمونه؟ فکر کن توانهای x پشت سر هم چیده شدن، مثلا x به توان 10 و تواناش اینجوریه 10 9 8
7 می‌بینی توان‌ها پشت سر هم چیده شدن. خب وقتی از x به توان n می‌خوای مشتق بگیری، توان n رو می‌گیری میاری پایین، از توان خودش یه واحد کن یه بعدیه میاد دیگه، این 10 9. الان تو از x به توان 10 بگیری، فکر کن x به توان 10، خب 10 رو بیاری پشت، چه توانی ظاهر میشه؟ 9 دیگه، میشه 10 x 9. اوکی، اینکه این رابطه رو از کجا تشخیص دادم بچه، دقیقاً از همین فرموله است. ببین مشتق x2 به اضافه 4، حالا بعداً میخونیم 4 که حالا مشتقش کلا صفر میشه، مشتق x2 ببین توانو بیار پشت میشه 2 تا x1، دقیقاً از همون رابطه استفاده میشه که خب داریم میبینیم الان شده 2. خب بریم یه چند تا سوال حل کنیم بچه. مشتق x به توان 3 میشه 3 تا x به توان 2. اوکی، 4 x 7 به اضافه 5 مشتقش بچه ها، این 7 میاد پشت تو این 4 ضرب میشه، میشه 28 x 6 به اضافه بچه ها 5 چی؟ 5 هیچی واقعیتش، مشتقش میشه 0. چرا؟ چون این 5 x به توان 0ه، توان 0 میاد پشت توی این ضرب میشه، میشه 0 ضرب در x به توان منفی 1. خب هیچی دیگه، 0 میشه دیگه، پس کلا میشه به اضافه 0 و میشه 28x 6. نوشتم بچه ها درسی که میگیریم اینه که عدد ثابت در حال ضرب، در حال ضرب و عدد ثابت در حال جمع، یا بهتر بنویسم عدد ثابت بی صحاب. بچه ها بی صحاب یعنی چی؟ یعنی x نداشته باشه، مثل این میبینید؟ x نداشته باشه، ولی اینجا خب داره ضرب میشه دیگه. اگر یک عدد ثابتی در حال ضرب شدن توی یک x بود، خب مثلا 4 تا x2، 4 تا x3، 4 تا حالا هر چیز داشت ضرب میشد، اون عدد ثابته بچه ها وامیسته تو توان ضرب میشه و می نویسیمش. الان 4 واسطاد x7 7ش اومد پایین شد 28x6. پس اگه خوب به من گوش کن، اگه یه عددی داشتی داشتی یه چیزی ضرب میشد، این عدده وامیسته، مشتق رو میگیری و توش عمل میکنه، یعنی وامیسته. حالا اگه عدد ثابت 20 صاحب بود، یعنی در حال جمع شدن بود بچه، مشتقش همیشه میشه 0، نابود میشه، فرار میکنه. پس عدد ثابت وقتی در حال ضرب شدن در یک عبارتی اون عدد ثابته در حال ضرب بشه وامیسته، میگه من هستم، مشتق تو بگیر. ولی اگه 20 صاحب باشه میره کلا میپره صفر میشه. مشتق منفی 6x بچه جوابش میشه منفی 6، چرا که x به توان 1 میاد پشت، توان خود x صفر میشه و در حالت کلی تر مشتق kx میشود کا. وقتی در x توان 1 ضرب میشه مشتقش میشه کا. بریم سراغ رادیکال x بچه ها. رادیکال x مشتقش میشه، اینو بلد باشین خیلی پرتکراره، 1 به روی 2 تا رادیکال x. آقا از کجا فهمیدی؟ شما مگه نگفتی فقط x به توان n داریم؟ آره گفتم فقط x به توان n داریم، ولی x به خب رادیکال x میشه x به توان 1 دوم بعد ازش بگیر، میشه 1 دوم x به توان منفی 1 دوم. خب توان منفی پایه رو معکوس میکنه، یک دوم هم که رادیکالی میکنه، تو ویدیو مبانی پایه گفتم میشه یک دوم در یک برو رادیکالی است که حالا همینجوری میشه دیگه. خب این همیشه از این داستان. آقا چرا اینو فرمولشو گفتی؟ خب ما میتونیم اینو حفظ نکنیم از این بریم؟ نه بچه، از این نمیتونیم، من اجازه نمیدم، بی خود از این نمیخواد بری. رادیکال x یک به روی دو رادیکال x، تکرار کن، رادیکال x یک به روی دو رادیکال x. دلیل چیه؟ دلیل اینه که خیلی پرتکراره، خیلی پرتکراره، پس تو باید حفظش باشی. رادیکال x یک به روی دو رادیکال x. اما بچه ها فرج سه ها رو من توصیه نمی کنم که حفظ بکنی. چرا؟ خیلی زیاد تو کنکورمون نیومدن. الان بهت میگم چیکار کن. آقا فرج سه x، فرج سه x و فرج سه در فرج سه هر چیزی دیدی، فرج سه به بالا هم ندارین. راستی تو کتاب درسیتون نظام جدید هست شده، فرج سه x دیدین، اینو توانی مینویسی، مینویسی x به توان یک سوم و بعد ازش مشتق میگیری، میشه یک سوم x به توان منفی دو سوم. حالا اگه خواستی نشونش بدی میشه یک سوم توان منفی معکوس میکنه فرجه سوم x2. تموم شد رفت. آقا شما مشتق فرجه عموم x به توان n
که میشه یک بروی امتا فرجه اموم ایکس به توان اممن های ان رو نمیخواد حفظ کنی. چی بود تو اصلا میتونی حفظ کنی؟ ولش کن اصلا، هر موقع فرجه ای دیدی توانیش میکنی، به جز رادیکال ایکس که میشه یک بروی دو رادیکال ایکس. فرجه سه ایکس دو رو بچه ها با هم بریم. برای فرجه سه هم بچه ها فرجه سه ایکس دو اینم دوباره توانی می نویسیم، یعنی اینم می نویسیم x به توان دو سوم و بعد ازش مشتق می گیریم، میشه دو سوم x به توان منفی یک سوم. توان منفی معکوس می کنه میشه یک به روی یه دو سوم هم که ضریب داره میشه فرجه سوم x. پس آقا در هر صورت فرقی نمی کنه، رادیکال یک به روی دو رادیکال x فرجه سه رو توانی می نویسی و ازشون مشتق می گیری. پس اینم که بنویسم برات میشه یک به روی، اینا رو بچه ها پاک میکنم من، حتی حفظ نکنید حفظ اصلا، بذار منم فرمولش رو نمینویسم، ول کن آقا بیا بذار من فرمول اینو پاک کنم اصلا برات، که فکر نکنی تو باید بشینی این فرموله رو حفظ کنی. آقا تو اصلا به هیچ عنوان نباید فرموله رو بشینی حفظ بکنی، تو باید چیکار بکنی؟ تو باید توانی بنویسی. بیا توانی بنویس، توانی بنویس. پس برای قانون این اسمشو گذاشتم یه سوراخه، اینجوری چی میشه؟ سوراخ کوچولو نقطه چی میشه؟ نقطه ها رادیکالی ها. برای رادیکالی ها چجوری میگیریم؟ رادیکال ایکس رو حفظ میکنیم، فرجه سه ها رو توانی مینویسیم، توانی مینویسیم. خب آقا یک ایکسوم چی میشه؟ یک ایکسوم بچه ها بنویسید ایکس به توان منفی یک مشتقش میشه منفی یه دونه x به توان منفی دو، یعنی یک به روی x دو. اینم جز اوناییه که باید حفظ باشی چون خیلی پرتکرار بوده. کلن در علم ریاضی اگر خواستی از یک عدد به روی x مشتق بگیری میشه منفی عدده به روی x به توان دو. پس آقا اینا رو یه نگاه بنداز، سری یه نگاه بنداز، بدو میخوام بپرسم و یه نگاه بنداز. خب امیدوارم نگاه تو انداخته باشه، نگاه من انداختی، بنداز عقب نگهدار ویدیو رو. آقا بهم بگو ببینم مشتق x به توان n، n x به توان n منهای یک، جواب بده، حرف بزن، بهت گفتم هزار بار نشستی تو خونه همینجوری فیلم میبینی میگی چقدر داره خوب درس میده، حرف بزن، داد بزن، هزار بار بهت گفتم داد بزن. x به توان n بگو، n x به توان n منهای یک، مشتق x چهار، چهار x، مشتق پنج x دو، ده x، مشتق منفی 2,500,000 x، منفی 2,500,000 کا x میشد کا. بگو ببینم مشتق رادیکال x یک به روی دو رادیکال x، بگو مشتق رادیکال x یک به روی دو رادیکال x، بگو ببینم مشتق رادیکال x یک به روی دو رادیکال x، بگو با من بیا مشتق یک xم منفی یک به روی x دو، عدد به روی x منفی عدد به روی x دو، فرجه سه x، فرجه سه x دو. حفظی الان میخوای به من چیزی بگی؟ نه باید چیزی بگی، باید بگی توانی مینویسیم، توانی میاریم پشت یه دونه ازش کم میکنیم، x به توان n، n x به توان n منهای یک، یک x هم منفی یک به روی x دو. اوکی بچه ها بریم سراغ مشتقهای مثلثاتی که بچه های رشته تجربی در کتاب درسیشون ندارن و در سوالات مشتق از سینوس و کوسینوس استفاده نمی کنن، ولی بچه های رشته تجربی در حد مثلثاتی میتونین از مشتق مثلثاتی برای هوپیتال استفاده کنید. پس مشتق مثلثاتی ها رو بلد باشین بچه ها. مشتق کوسینوس ای، مشتق سینوس ایکس میشه کوسینوس ایکس، مشتق کوسینوس ایکس میشه منفی سینوس ایکس، مشتق تانژانت x بچه ها میشه یک به اضافه یه تانژانت به توان دو x، و مشتق کوتانژانتمون هم میشه یک به اضافه یه کوتانژانت به توان دو x، منتها با یه علامت منفی. دوستان نوشتم در مثلثاتی ها، در مثلثاتی ها برای سینوس و کوسینوس جنس عوض میشه، برای تانژانت و کوتانژانت فقط بچه ها چه اتفاقی میفته؟ برای تانژانت کوتانژانت فقط اینجوری میشه، یک به اضافه یه خودشون به توان دو میرسه، یک به اضافه خودمون نسبت به توان دو. فقط یه موضوعی رعایت کن، هرگاه اول تابه که بود مشتق آن منفی دارد. در مثلثات یادت گفتیم هر چی که که داره کا
کاهشیه. اینجا هم مثل همینه، هرچی که داره مشتقش منفی داره، کوسینوس منفیه سینوس، کوتانژان منفیه یک به اضافه کوتانژان دو. اما بریم سراغ مشتق گیری به فرم ضرب و تقسیم. دوستان ما یاد گرفتیم از x به توان n، از x به توان 3، از رادیکال x، از 1x مشتق بگیریم و میدونیم که مشتق عدد ثابت هم چند میشه؟ صفر، جهت یادآوری. حالا میخوام ببینم اگه این دوتا تابه ها در هم ضرب بشن چه اتفاقی میفته. مثلا مشتق x2 تابه x2 به اضافه 1 در تابه رادیکال x به اضافه 3 اگر این دوتا تو هم ضرب بشن، یعنی در حال ضرب شدن باشن، میخوام یه راهی بگم بدون اینکه اینا رو ضرب بکنیم ازش مشتق بگیریم. بچا راه من نیست، مشتق ضرب بهش میگم. وقتی دوتا به در حال ضرب شدنن میخوایم ازشون مشتق بگیریم. چگونه این کارو انجام میدیم؟ بچا هرگاه دو تابه در حال ضرب شدن بودن، f ضرب در g دیدین میشه مشتق اولی، یعنی f پریم ضرب در خود دومی g x به اضافه مشتق دومی در خود اولی f x، مشتق اولی در خود دومی به اضافه مشتق دومی در خود اولی. پس فارسیش این میشه بچا، یه بار دیگه بگیم، مشتق اولی در خود دومی، بله بچه ها، به اضافه مشتق دومی در خود اولی. اوکی؟ خب بریم از x2 رادیکال x مشتق بگیریم. آقا اینا دارن ضرب میشن؟ آره بچه ها، نه دارن جمع میشن. x2 رادیکال x چون چیزی بینشون نیست اتفاقا در حال ضرب شدنه. خب مشتق این چی میشه؟ میشه مشتق اولی 2x در خود دومی به اضافه مشتق رادیکال x، بگو، آها، یک به روی دو رادیکال x ضرب در خود اولی، یعنی x به توان دو میرسه. خب بریم سراغ بعدی. بعدی هم بچه داره تو هم ضرب میشه دیگه، یه پرانتز بسته شده یه پرانتز باز شده، بین دو پرانتز هیچ علامتی نیست، یعنی اینا در حال ضرب شدن هستن. میشه مشتق اولی 2x در خود دومی، یعنی رادیکال x به اضافه یک xم، بچه ها، به اضافه مشتق دومی یک به روی دو رادیکال x، یک x منفی یک به روی x2 در خود اولی، یعنی x2 به اضافه 4. پس تو پرانتز دوم میخوام باهات این حرف رو بزنم، اما اگر دو تابه با هم در حال جمع شدن بودند، یعنی f به اضافه g، مشتقش نکته خاصی نداره ها، میشه f پریم به اضافه j پریم، در تفاضل هم همینطور، یعنی از این ورش مشتق میگیری از این ورش مشتق میگیری، ولی مشتق ضربه که داستان داره، مشتق تقسیم هم داستان داره. پس هرگاه دو تابه با هم در حال ضرب شدن بودن یا داشتن بر هم تقسیم میشدن، مشتقشون داستان داره. مشتق داستانشون چی میشه؟ مشتق ضرب اینجوریه، مشتق اولی در دومی به اضافه مشتق دومی در خود اولی. این میشه فرآینده ماجرا. و اینکه یه موضوع دیگه ای بچه‌ها می‌خواستم بگم برای سوال بالا یادم رفت. خب علاوه بر اینکه مشتق ضرب میتونی بگیری، خب اینو بلد باش، x دو رادیکال x رو میشه یه جور دیگه هم مشتق گرفت. این ایده هم بلد باشی، بد نیستش بچه‌ها، بد نیست، هیچ فرقی نمی‌کنه چه اون چه این، دوتاش یه جواب میده. میتونی اگر حالا x به توان n بود در یه رادیکال x هم داشت ضرب میشد، اینو بنویس، یعنی مساوی بگیر با x به توان 2 ضرب در x به توان 1 دوم، و این میشه x به توان 5 دوم. 2 به اضافه نیم میشه 2 و نیم یا 5 دوم، و حالا از این مشتق بگیر، میشه 5 دوم x به توان 5 دوم منهای 2 دوم میشه 3 دوم. پس بچه ها مشتقش میشه 5 دوم x به توان 3 دوم. تمام شد رفت. حالا اگه خیلی دوست داشتی اینو یه جوری بنویسی، میشه 5 دوم فرجه دوم x بعد کلن به توان 3. فرقی نمی کنه چه اونجوری چه اینجوری، اینجوری باحال‌تره. مثلا یکی کنی توانشو، از شر مشتق ضرب خلاص بشی، یعنی مشتق ضرب دیگه نگیری، ولی فرقی نمی کنه، هر جور باب میل خودت. اما قرار با هم دیگه الان مشتق ضرب سه تا پرانتز رو بگیریم. دوستان میخوایم ببینیم که اگر سه تا پرانتز بود چگونه ازش مشتق بگیریم، و اصلا 10 تا پرانتز بود چگونه مشتق بگیریم. میخوایم پامون رو بذاریم رو مرزهای کتاب درسیمون و مفهوم اصلی مشتق ضرب رو با من یاد بگیریم.
معمولا در کتاب‌های کمک آموزشی و حتی خود کتاب درسی و معلم ها یه جور بدی بچه مشتق ضرب و درس میدن، میگن مشتق اولی در دومی به اضافه مشتق دومی در اولی، یه جوری هم درس میدن انگار فقط همینه. بابا این حالت خاصی از قاعده مشتقگیری به فرم ضربه. شاید همون کسی که داشته بنده خدا به درس میداده اصلا نمیدونسته که این حالت خاصی از قاعده مشتق ضربه، فکر میکنه خب همینه دیگه. آقا خوب به من گوش کن، من یه چیز خیلی جالب بهت بگم، خیلی جالب بچه ها. مشتق ضرب اینجوریه، میشه مشتق اولی در بقیه تابه به اضافه مشتق دومی در بقیه تابه به اضافه مشتق سومی در بقیه تابه به اضافه مشتق چهارمی در بقیه تابه به اضافه مشتق پنجمی در بقیه تابه به اضافه مشتق ششمی در بقیه تابه به اضافه مشتق هر چندمی در بقیه تابه. یعنی اگه هر چند تا پرانتزی میخواست در هم در حال ضرب شدن بودن، کافیه چیکار بکنیم؟ کافی از اولی بگیریم در بقیه ضرب بکنیم، از دومی بگیریم در بقیه ضرب بکنیم، از سومی بگیریم در بقیه ضرب بکنیم، از چهارمی بگیریم در بقیه ضرب بکنیم و الی آخر. این میشه قاعده کلی مشتق ضرب. تو در حال گوش کردن به هیولاترین پکیج ریاضی ایرانی، پس لایقشی که نکاتی رو ببینی که جایی نمیبینی. بریم سراغ ضرب سه تا پرانتز x و منهای x رادیکال x به اضافه 1 x و منهای 2 x. از این چه جوری مشتق بگیریم بچه ها؟ از این اینگونه مشتق میگیریم، میگیم آقا مشتق x و منهای 1 مشتق اولی میشه 2x در بقیه تابه، یعنی رادیکال x به اضافه 1 در 1x و منهای 2x به اضافه مشتق دومی، مشتق دومی میشه 1 به روی 2 رادیکال x در بقیه تابه x و منهای 1 در 1x و منهای 2x به اضافه مشتق سومی. بچه ها مشتق سومی چی میشه؟ میشه یک منفی یک به روی x2، مشتق یک x منفی یک به روی x2 منفی 2x هم مشتقش میشه منفی 2. بچه ها مثل kx میمونه دیگه، مشتق kx میشه k، منفی 2x هم مشتقش میشه منفی 2 در بقیه یه تابه، یعنی x و منهای 1 در رادیکال x به اضافه 1. حالا دیگه یکی زد بیرون. خب اینجوری میشه. حالا خیلی بچه‌ها معمولا ازم میپرسن بعد از اینکه حالا اینو اینجوری می‌نویسم، میگن آقا یعنی کنکورمون اینو تو گزینه‌ها میخواد؟ نه بچه‌ها، کنکورمون اینو تو گزینه‌ها نمیخواد. کنکور اینجوریه، میگه مشتق این تابه رو بیابید به ازای x مساوی با مثلا 5 مثلا 6 هر چی. مثلا سوال اولو میده، میگه x و رادیکال x مشتق آن را بگیرید در x مساوی با 8 در x مساوی با 4. میری تو به جای x 4 میذاری و سوالو حل میکنی. یا مثلا پایینی رو میگه مشتق آن کدام است در x مساوی با 9 هر چی. پایینی هم میگه آقا مشتق این رو بیابید در x مساوی با فلان. خب در x مساوی با فلان رو میذاری اونجا و سوالش رو حل میکنی. نوشتم اینجا رو خیلی خوب گوش کن، خوب گوش کن. اگه حواست یه جای دیگه است ویدیو رو قطع کن، برو بهش فکر بکن، قشنگ بهش یه زنگی بزن بگو چطوری کجایی یا اینا، بعد بیا بشین پای درس. این یه تیکه رو خیلی خوب باید گوش بکنی. نوشتم پایینش اولویت یک با علامت انگری، یعنی اینکه خیلی عصبانیم، پس باید خیلی خوب گوش بکنی. پس گوش کن. نوشتم یه وقتایی نقطه رو میده بحث خیلی عوض میشه. مثلا میگه در x مساوی با 1 از تابه مشتق بگیریم. خب بچه ها وقتی نقطه رو داده، نقطه داده الان x مساوی با 1، من باید در x مساوی با 1 از این تابه مشتق بگیرم. مشتق رو که گرفتم، حالا به جای x هاش چند میذاریم بچه ها؟ 1 میذاریم. بیا به جای x هاش 1 بذاریم، میشه 2 در بچه ها اینجا 1 بذاریم میشه 2 در اینجا 1 بذاریم میشه 1 منهای 2 به اضافه. بچه اینجا 1 بذاریم این میشه 0 به اضافه. بچه اینجا 1 بذاریم اینجا 1 منهای 1 دوباره میشه 0 و کلن جواب میشه منفی 4. بچه یه چیزی، یه اتفاقی افتاد. وقتی 1 رو گذاشیم این عبارت کلن چقدر شد؟ 0. و این عبارت کلن چقدر شد؟ شد 0. یعنی این که تو از دومی مشتق نمی گرفتی و می گرفتی فرقی نمی کرد. چرا؟ چون در یک صفری ضرب می شد و کلن شد صفر. تو اگه از سومی مشتق نمی گرفتی فرقی هم نمی کرد، چون در یک صفر ضرب می شد و کلن می شد صفر.
یعنی انگار فقط از اولی مشتق میگرفتی کافی بود، یعنی میگفتی مشتق اولی در بقیه تابع، دیگه بقیهشو نمیگفتی دیگه و اوکی میشد. این بچه ها یه نکته ای داره به نام مشتق عامل صفر شونده. یه بار دیگه با من تکرار کنیم، یه نکته ای داره اسمش رو یاد بگیریم، مشتق عامل صفر کننده. یعنی چی؟ اینجا رو ببین بچه ها، ما اگه بخوایم از این تابع مشتق بگیریم در x مساوی با 1، یه نگاه به تابع بندازی یه اتفاقی میفته بچه ها. x مساوی با 1 اینو داره صفر میکنه. x مساوی با 1 این پرانتزه رو چیکار کرده؟ این پرانتزه رو چیکار کرده؟ صفر کرده. درسته بچه ها؟ خب وقتی x مساوی با 1 این پرانتز رو صفر میکنه، تو بعد یه چیزی بگی، بگی مشتق صفر در بقیه ناصفر. ببین تو وقتی اون یه تیکت صفر میشه به ازای نقطه مشتق گیری، الان تو خود تابع اصلی به اون یه تیکت، به اون پرانتز یک بدیم، به همون صفر میده. اون پرانتز صفر شده، پس در موقع مشتق گیری تو میگی مشتق اون پرانتز در بقیه یه تابع. خب مشتق پرانتز احتمالاً صفر نمیشه. حالا مثالای جلوتر داریم در خود جزئه که صفر میشه، ولی فعلا اصلا به من گوش کن، وقتی از خود پرانتز مشتق میگیریم به ازای یک صفر نمیشه که الان شده 2x. در بقیه تابع، بقیه یه تابع رو خب خودشو می نویسیم دیگه. حالا تو دیگه نیازی نیست مشتق ضرب تو ادامه بدی. چرا نیازی نیست ادامه بدی؟ به این دلیل که تو میگی مشتق دومی در بقیه یه تابع، بقیه یه تابع میشه شامل اون پرانتزه که صفر شده و باعث میشه کلش صفر بشه. پس حواست باشه اگر داری از یک تابعی در حال ضرب مشتق میگیری، تابع گنده مونده یا مثلا احتمالاً میبینی در نقطه‌ای که مسئله به تو داده یکی از پرانتزا صفر میشه، میشه مشتق صفر در بقیه نا صفر. حالا دوستان راجع به این موضوع با هم خیلی صحبت میکنیم. نوشتم حواست باشه در مشتقهایی به فرم ضرب اولویت اولمون چک کردن عامل صفره. اولین کاری که وقتی چند تا تابع دارن تو هم ضرب میشن، حتی بر هم تقسیم میشن، بچه این دوتا دارن بر هم تقسیم میشن، اگر این صفر میشد میشد مشتق به صفر در بقیه ناصفر. حواستو جمع بکن. بریم سراغ مشتق به فرم تقسیم. آقا به به، مشتق تقسیم میخوام بگیرم. اگر دو تابع f داره تقسیم بر تابع g میشه، مشتقش اینجوری میشه بچه ها، میشه f پریم x یعنی مشتق صورت در خود مخرج منهای مشتق مخرج در خود صورت تقسیم بر مخرج به توان 2. خیلی بچه ها بهم میگن که آقا اگه سه تا تقسیم بود چی؟ f تقسیم بر g ضرب داد. نمیشه که همچین داستانی. کلا دو تا تقسیم مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت تقسیم بر مخرج به توان 2. دوستان نکته به شدت مهمیه، خواهشن در مشتق گیری هاتون به فرم تقسیم رعایت کنین. چرا؟ من دیدم به بچه میگم آقا مثلا مشتق سینوس x به روی رادیکال x چی میشه؟ اون بالا نگاه کن، میشه کوسینوس x به روی 1 به روی 2 رادیکال x. خب زهر مار عزیزم، مشتق تقسیم اینه؟ من نیم ساعت هم باید حرف میزنم مشتق تقسیم اینه و از صورت مشتق بگیری، از مخرج مشتق بگیری؟ نه، اگر خواستی از یک کسر مشتق بگیری مشتق صورت در خود مخرج منهای مشتق مخرج در خود صورت تقسیم بر مخرج به توان 2. حواستون به این داستان باشه. فارسیش هم برات بنویسم، میشه مشتق صورت در خود مخرج منهای مشتق مخرج در خود صورت، بچه این کلن تقسیم بره مخرج به توان 2. تمام شد رفت. بریم سراغ سوالاتی که ببینیم تو کنکور چجوری ازش سوال میاد. بچه سوال 4 کنکور تجربی 99 فکر کنم 98 گفته یک به اضافه رادیکال x به روی 5 منهای 2 x رو مشتق بگیریم در x مساوی با 4. خب بریم بگیریم، میشه مشتق صورت 1 به روی 2 رادیکال x در خود مخرج یعنی 5 منهای 2 x منهای مشتق مخرج منفی 2. بچه یادتونه 5 بیسته ها به هیچی، منفی کا، حالا کا x هم که میشد کا، حالا منفی 2 x میشه منفی 2 در خود صورت 1 به اضافه رادیکال x به روی مخرج به توان 2. 5 منهای 2 x به توان 2.
که بعد بچه‌ها میریم به جای یکساش 4 میذاریم، اگه به جای یکساش 4 بذاریم میشه 1/4، 1/2 رادیکال ایکس دیگه 4 بذاریم میشه 1/4، 5 منهای 8 میشه منفی 3، منهای منفی 2 در 4 بذاریم میشه 3 به روی منفی 3 به توان 2 که میشه 9. بچه ها کلا میشه یه منفی 3/4 اینجا داریم، یه به اضافه 6 تقسیم بر 9، اینو بگیر 24/6 میشه 21/6 تقسیم بر 9. بچه این به 3 ساده میشه، میشه 3، این به 3 ساده میشه، میشه 7. کلا جوابش میشه 7/18. بریم سوال مشتق بعدی. بچه‌ها سوال 5 رو بخوایم مشتق بگیریم، این قطعاً اینجوری دیگه، مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت تقسیم مخرج به توان 2. حرف بعدی نیست. فقط بچه‌ها یه چیزی من بگم، اینجا صورتش رو یه به اضافه 1 بنویسید. به اضافه 1 تو جزوه‌تون اضافه کنید. تو می‌خوای الان از این مشتق بگیری. قانونم باید مشتق تقسیم بگیری. چون خب منم الان می‌خوام همین کارو کنم. چیزی نمی‌خوام بگم. ولی نوشتم یه لحظه نگیر گوش کن، تو توی بالا تو اون خط قرمزه یه سر کارای زشتی کردی، ببین خیلی نوشتی به نظر من، گفتی مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت تقسیم مخرج تمام، همین رو نوشتی. من باشم این کارو نمی کنم. پس آقا مشتق بالا اوکی، حل بالا اوکی، به جواب آخر میرسی اوکی، زیادم وقتگیر نبود اوکی. ولی یه لحظه من گوش کن، وقتی میخوای مشتق تقسیم بگیری، خب میگی مشتق، به ادبیات من خوب گوش کن، میگی مشتق صورت اوکی آقا 2x به اضافه 2 در خود مخرج. بچه ها مگه ما نمیگیم خود مخرج؟ خب چرا میگه خود مخرج رو مینویسی؟ من الان یه سوال ازت دارم، مثلا سوال بالا تو میگی مشتق صورت 1/2 رادیکال ایکس در خود مخرج دیگه، پنج منهای 2x، چرا پنج منهای 2x رو مینویسی؟ هم به من بگو، بگو من به این دلیل مینویسم، من قانع بشم. خب واقعا دلیل نداره، تو پنج منهای 2x واسه کی نوشتی؟ تو مگه نمیگی مشتق صورت در خود مخرج؟ بابا خود مخرج ایکسش هم که داده 2، تو خود مخرج 2 بذار اینجا بنویس، بیکاری یه بار کلشو مینویسی، تابتو علکی گنده میکنی، بعد میری به جای ایکساش عدد میذاری که قاطی کنی. آفرین، تو تونستی قاطی کنی، تو تونستی کاری بکنی شلوغ بشه و سوتی بدی. آفرین. مشتق صورت در خود مخرج، خب خود مخرج عدد رو بذار بنویس، 2 بذار اینجا، 4 منهای 2 میشه 2، بیا تمام شد رفت. چه فازی آخه؟ منهای مشتق مخرج 2x منهای 1 در خود صورت، حالا بیا x2 به اضافه 2x به اضافه 1 رو بنویس، خیالت راحت بشه. عدد رو توش بذار، 2 رو توش بذار، میشه 4 به اضافه 4، 8 به اضافه 1، 9 تقسیم بر، حالا اینجا رو نگاه کن. حالا لابد مخرج هم دوباره مینویسه x2 منهای x به توان 2. بابا همین دو رو بیا اینجا به توان 2 برسون، 4. چقدر بهتر شد، چقدر خلاصه تر شد. تو چیکار میکردی آخه؟ حالا بعد به جای ایکساش 2 بذار، 2 × 2 = 4 تا به اضافه 2 میشه 6، 2 × 2 = 12 تا، منهای 2 × 2 = 4 تا منهای 1 میشه 3، میشه 27 به روی 4، 12 منهای 27 هم که میشه منفی 15 4. یه جا رفتی بهت گفتم مشتق تقسیم بگیر، اینجوری بگیر بفهمن شاگرد حضرت ریاضی. پکیج هیولایی که تو گرفتی و بهت هم قول دادم متفاوت ترین ریاضیات رو در ایران بشنوی، واقعا داری میبینی. هم باهات علمی دارم صحبت میکنم، هم دارم بهت تکنیک میگم و هم دارم ادبیاتت رو درست میکنم، نگارشت رو درست میکنم که کمتر سوتی بدی. فقط نیازمند اینه به حرفام گوش کنی و تمرین کنی. من همینو ازت میخوام، گوش تمرین. سوال 6 گفته 4x منهای 3 به روی 5x به اضافه 2 رو مشتق بگیریم. بچه‌ها مثلا x‌اش هم خودم مشخص میکنم در x مساویه با 1. بریم مشتق بگیریم. بچه‌ها مشتقش میشه مشتق صورت 4 در خود مخرج دیگه، ان شاءالله با این همه حرف زدن من خود 1 رو میذاری اینجا، جواب میشه 7 منهای مشتق مخرج 5 در خود صورت که 1 بذاری میشه 1 تقسیم بر مخرج به توان 2، همین 7 رو میاریم اینجا میشه 49، 4 × 7 میشه 28 منهای 5 به روی 49 که کلا جوابش میشه 23/49.
این همیشه از این داستان. دوستان این یه راه یه حرف، خب اگر هم دوست داشتین میخوام بهتون یه راه یاد بدم که از توابع هموگرافیک، تو تابه با صحبت کردم دیگه، تو توابع هموگرافیک ایکس به اضافه بی برسه ایکس به اضافه دی یه ذره خفن‌تر و بهتر و سریع‌تر شاید بگم مشتق بگیری، ولی این منحصر میشه به توابع هموگرافیک ها، این روشی که میخوام بگم یعنی بالا و پایین درجه یک باشن. چی میشه؟ بچه مشتقش میشه عادی منهای بی سی، نگاه کن، عادی منهای بی سی تقسیم بر مخرج به توان دو. یعنی الان بخواین از این مشتق بگیرین، عادیش میشه 8، منهای بی سیش میشه منفی 15 به روی مخرج، یعنی 5 ایکس به اضافه 2 به توان 2 که کلن جوابش میشه 23 به روی حالا مخرجه به توان 2 که اگه 1 بذاری میشه 49. این هم شد آقا از مثال 6 که نکته توابع هموگرافیک رو یاد گرفتیم. اما بریم سراغ سوال 7. یک منهای تانژانت ایکس به روی کوسینوس ایکس رو خواسته در ایکس مساوی با چند بچه‌ها؟ پی 4. بریم مشتق رو بگیریم. میشه مشتق صورت، بچه‌ها مشتق صورت میشه یکه که هیچی، منفی به عنوان یک عدد منفی یک وامیسته، گفتم عدد ثابت در ضرب وامیستاد دیگه، میشه منفی یک در مشتق تانژانت یک به اضافه تانژانت به توان دو ایکس در خود مخرج. خود مخرج دیگه ننویسی یا پی چهارم بذار، میشه رادیکال دو دوم منهای مشتق مخرج، بچه مشتق مخرج چی میشه؟ منفی سینوس ایکس در خود صورت، خود صورت رو بنویسیم پی چهارم بذاریم، میشه یک منهای تانژانت پی چهارم یک میشه صفر تقسیم بره مخرج به توان دو، همین رادیکال دو دوم به توان دو میرسه اینجا. بچه این که میشه صفر، پس منهای صفر که کلن هیچی، پی چهارم بذاریم اینجا میشه دو، منفی داره میشه منفی دو، در رادیکال دو دوم میشه منفی رادیکال دو به روی یک دوم که کلن جوابش میشه منفی دو رادیکال دو. یا من یه ذره این وایتر بشینم که ببینی، میشه منفی دو رادیکال دو. چیزی هم نداشتی، اون به تمام دو رسید شد یک دوم و هیچ دیگه، اون هم شد دو، خودش یه منفی داره میشه منفی دو، در رادیکال دو دوم ضرب بشه میشه منفی رادیکال دو، اون ورم که شد صفر و هیچ دیگه جواب به دست اومد منفی دو رادیکال دو. اما بچه تو اصلا نباید مشتق تقسیم میگرفتی، بعد گفتی آه داری چی کار میکنی؟ مشتق عامل صفر بگیر. تازه الان یادت اومد. آهان آره. خب بابا گفتم هم اگر دو چیز بر هم تقسیم میشه بالا صفر بشه فرقی نمیکنه که یه تیکه صفر شده میشه این در بقیه یه ناصفر. آقا اون بالا صفر شده مشتقشو بگیریم میشه منفی یک به اضافه تانژانت به توان دو ایکس به روی خود بقیه ناصف، بقیهش کن کوسینوس مخرج است دیگه، توش پی چهارم بذار بهت رادیکال دو دوم میده. این چی میشه؟ اینجا میشه منفی دو به روی رادیکال دو به روی دو، اینو گویاش بکنی میشه منفی دو رادیکال دو. تمام شد رفت. حواست باشه ها، حواست باشه، اولویت یک یادت نره. البته که با این ادبیاتی هم که من بهت گفتم تو این قرمزه که نوشی وقتی خود پی چهارم میذاری تو صورت میبینی که صفر میشه، ولی خب یه تیکر رو سوخت دادی دیگه چون از سینوس از اون کوسینوس مشتق گرفتی. انقدر به فکرتم دوستان، این همیشه از مشتق تقسیم.